امروز دوستا ما به شاهرای کابل جلال آباد آمدیم. رهبری امارت اسلامی تصمیم گرفته که بدیلی سرک بسازه. یو بل لیار جوړ شو بل سرک د بیروبار او ټکر او هغه د دغه نه به مخلاص روزانه ټکر او ټکر او مخلوق ډیر تنگ دی. ام ابتدا که داخل میشی دیگه د مونجا کو لار کده بود، سنگ آمده بود، سرک بند کده بود، خیلی برای مردم حال باز می قضیه. سرک کمه که کلان شوه دیگه، سرک زیور شوه خب بسیار خوب است و مردم دمی ارمان هستن کمی سرک کمه که کلان شوه. میبینی خودش ما روز به روز، هر روز یک ده حدثه سه حدثه دین روز ماند بی ده حدثه شده دیگه، سرک کلان شوه بسیار خوب است. زمان که ما در برگشت آمدیم این قسمت، این سنگ میبینین از این قسمت بالا آمده و امکانش میره که هر لحظه اتفاق پیش بیاد. 16 نفر ما زخمی داشتیم و 4 نفر در ایرا بود، یعنی مکمل 19 نفر، 20 نفر ما دیدین روز ما شهید داشتیم، یعنی 16 نفر یک موتر شهید میشود. بسیار خبری غم از پامیدی تا که نخوند از پامیدی دین روز بسیاری طور ما بودیم که روز ما هیچ خواه نکنیم به خاطر از اینکه 20 شهید دمیرا بسیار زیاد است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با تقدیم سلام و وقت همتان بخیر هموطنان عزیز، آرزوی صحتمندی و سلامتی شما را دارم و بازم خوشحال هستم که در سوژه امروز خدمتتان قرار گرفتیم. دوستان عزیز، بنده احمد فیصل عاصم امروز جایی آمدیم که مطمئن هستم شما هم از این مسیر خاطرهای خوب دارین و از این مسیر سفر کردیم و با اتفاقات عجیب و غریب برخوردیم. امروز دوستا ما به شاهرای کابل جلال آباد آمدیم، یکی از راههایی که همیشه پرچالش بوده و بیشترین گولایی را داشته و متاسفانه به طور معمول روزانه 5 حادثه اینجا اتفاق میفته. حادثات ترافیکی بیشتر از این مسیر و هفتمین سرک در جهان یا پرخطرناکترین سرک در رده هفتم قرار گرفته و در سطح آسیا در رده دوم است. رهبری امارت اسلامی تصمیم گرفته که بدیلی سرک بسازه، به خاطر که به طور معمول روزانه پیشترم یادآور شدم روز 5 حادثه ترافیکی اتفاق میفته و به روز یک شنبه که یک روز بارانی هم بود، برفی هم بود، تقریبا بیش از 30 تن از هموطنان ما جانان شیرین خود از دست دادن و 10 نفر زخم برداشتن. کاری پروژه از سایه بگرامی کابل آغاز میشه و به منطقه سرخرود جلال آباد تمام میشه که این پروژه به دو بخش تقسیم شده و از بگرامی الی منطقه سفر و از سفر الی سرخرود که امیدوارم به خیری برنامه تطبیق شوه از طرف آدرس امارت اسلامی. متاسفانه حادثات دلخراش را ما همیشه به این مسیر دوستایی که سفر کردن متوجه شدن. پس یکی از راه های اقتصادی برای افغانستان هم به شمار میره که مرز با تورخم است و یک مسیر بسیار خوب است. امیدوار هستم که زودتر پروژه چون پاس شده و چندین شرکت به داوطلبی رفته، امیدوار هستم که کار ساخت و ساز این سرک انشالله بخیر با زودترین فرصت آغاز شوه. پس میریم نظریات هموطنا را می داشته باشیم، دوستایی که به این مسیر سفر میکنن و دوستایی که راننده هستن و از حادثات و از اتفاقات و از برنامه‌ای که در جریان است انشالله همیشه اما مورد مد نظر گرفته بر شما یک گزارش خوب تهیه میکنیم. پس تا پایان سوژه امروز ما را همراهی کنیم.
موسی اینجام نیاز بود که بر شما به تصویر بکشیم. دقیقا چند ماه قبل که اتفاق بد پیش آمده بود، لغزش کوه بود، متاسفانه هموطنهای ما زخمی هم شده بودن، اتفاقات بد افتاده بود، چندین قسمت کوه لغزش کرده بود و دوستای ما از اون مسیر سفر میکردن. همکار عزیز اگر کمره رو بر اون طرف دور بسید ببینن، بین از این قسمت سفر میکردن و این قسمت دوباره از طرف امارت اسلامی سرکش ترمیم شد، ساخته شد و سنگ ها هم دور شد از سرک. یعنی حادثه بسیار بده اتفاق افتیده بود، در سالهای گذشته هم اتفاقات بسیار بد پیش آمده بود. این قسمت های کوره که یکی پای هم میبینیم واقعا بلند است و ساخت سرک هم یکم پرچالش است. نمیدانم چی مدت زمان را خواد در بر بگیره تا این پروژه بخیر تکمیل شوه، آغاز شوه انشالله بخیر که به زودترین فرصت و به بهره برداری. نمیدانم چی مدت، سال شاید طول بکشه، به خاطر که این مسیر کارش واقعا پرچالش است. بیشتر میریم و بیننده باشین، صحبت های دوستا را می داشته باشین. حاجی صاحب امروی خود داریم. همین بزرگوار سلام، جوری بخیر حاجی صاحب. و علیکم السلام، خیلی جوری تبخیر، تشکر. حاجی صاحب، به خاطر ساخت سرک جدید که میجه ساخته میشه، نظر خود چیز و چقدر خودت حمایت میکنی؟ دغه من خدا نظر ده چی دغه سرک بل جور شی، دغه دیر یو خکرده او دیر یو سهولت او دیر یو خپلاند او مونږ په دې ډیر خوښیو چې یو بل لار جوړ شي، بل سرک د بیروبار او ټکر او هغه د دغه نه به مخلاص روزانه ټکر او مخلوق ډیر تنگ ده. او چې دا بل سرک جوړ شي نو ډیر یو خپل کار به وشي او مونږ په دې ډیر خوښیو. بسیار خوب، آی صاحب د کوم ولایت یې؟ زه په خپل د ننګرهار ولایت یې. او بس کابل ته څم او بس خوینده غسیلیار ده، پرون رتللو لیار خراب و گرد غبار و او بس اتلس ټکر پرونم په دې سرک شوی. نو په دې غم ډیر خوښ یو چې یو بل سرک شي او په دې باندې دا به ډیر یو ښکلی کار شي او ډیر په خوشاله او ډیر په خوښ یو په دې کار باندې. مننه. کوم پیام لري؟ نو پیغام خود مونږ دا ده چې دغه کوم واکداران او دغه کوم هغه چې دي د مشران یې دونه دې مونږ دا خواهش دی چې دغه کار زر تر زره او دغه وکړي، نو دا به ډیر یو ښه کاری او ډیر یو ښکلی کار به وشي او د دغو نه مونږ دا خواهش دی چې دا کار زر تر زره وکړي. ډیره مننه. السلام علیکم، سفر خوش.
عبدوسا، قسمی که یادآور شدم ترافیکای سیار، طفلا و نوجوان ها هستن امیجا. شما میبینین که دو نوجوان امینجا اگه یک روپی دو روپی برشان راننده میتن، مسافرین میتن امیجا صبح تا ناوقت های شب میاین کار میکنن و هم یک کمک میشن برای هموطنای ما که از برکت از اینو مادسات کمتر اتفاق میفته. سلام، خوب هستین؟ منظور هستی، خوب هستی، تشکر. نام چی هست؟ میراجدین. میراجدین استانوم صدا؟ عثمان. عثمان وروره؟ نه دلتا اندیوال هست. اندیوال هستین؟ خب خانه تون کجا هست؟ در کابل بلچرخی هست. بلچرخی هست. شما کجا هست؟ بلچرخی هست. خب اینجا بیاین استاد شوین که تصویرتون رو درست داشته باشیم. این تو سوکلنه ای؟ یرا سوال هست کلو بیم. خب ته؟ پینزل هست. پینزل هست. خب چه وقت میشه که اینجا کار میکنین؟ سه کاله. سه کاله کی گی؟ دلتا کار کوه. خب سه سال دو سال میشه که اینا اینجا کار میکنن و روزانه چقدر درآمد دارین؟ چقدر پول؟ نیم ساعت، دو ساعت، ساعت، یک سی دی بیس. خب بسیار خوب. اتفاقات که روزانه پیش می حادثات ترافیکی شما شاهدش هستین؟ زیاد هست. خب روزانه چند اتفاق پیش میاد؟ دو تا کار، سه تا کار، چهار تا کار، دیر تا کار است. خب دین روز هم کدام حادثه شده بود؟ حادثه شده بود. خب در کدام قسمت شده بود؟ اینجا در مای پر بیخست. خب تو پختو غکو که مشکل ندخه؟ خود پایین تر بوده؟ مای پر بیخست. کسی کشتم شده بود؟ خوب. چند نفر؟ ولس نفر. موترشان چی بود؟ باکسا. بسیار خوب. بین دین روز هم دوستا حادثه بعد اتفاق افتیده و امیدوار هستم که همچه حادثه هایی را دیگه کمتر ما شما ببینیم بخاطر که یک غم و غصه بسیار بزرگ است برای هموطن های ما. خب برین به کارتون مصروف باشین. خیر است. برکت دوستا یک ریکشا را دیدیم اینجا، یعنی در این مسیر ریکشا هم سفر میکنن، از سمت کابل آمدن میرن فکر کنم طرف جلال آباد. سلام، خوب هستی؟ بدر خوب هستی؟ ساعت ما میشه پایین شوین ببینیم تان ریکشا یکتان هم نام خدا خوب ثابت است اینجا که استاد شوین تبریک باشه روی یکتان هم در بوتین امرای شیرینیش بخیر چرا نه سلامت باشی. نامتان؟ نام محمد سایل. احمد سایل جان. نام شما؟ محمد داود. محمد داوود جان رفیقا هستین دیگه؟ بیادر رزی مسک. بله. نام خدا چی خوب یک ریکشای مقبول خریدین. سلامت باشی، زنده باشی. چطور که مسیرتون به طرف جلال آباد؟ والله این ریکشا که از 0 کیلومتر است تا 400 کیلومترش پوره نشه آدم سرش کار کرده نمیتونه بعدش دیگه آمدیم امی رای دور امی رای خوب که هست امی سورو بیز گفتیم بریم طرف جلال آباد. مسیر شما راحت سفر کردین؟ بله دیگه سختی نداره چون بلد هستیم در این مسیر ها. خانه کابل است؟ خانه کابل است، ارزان قیمت بلاک اول. بسیار خوب عزیزم، قرار است که یک سرک جدید اینجا ساخته شود. اول مشکلات بگوین که شما زمانی که به این مسیر سفر میکنین به چی مشکلات مواجه هستید؟ والا مشکلات خیلی زیاد است چون تقریبا یک نیم ساعت پیش ابتدا که داخل میشی دیگه دمونجا کوس لار کده بود، سنگ ها آمده بود، سرک بند کده بود خیلی برای مردم. حالا باز هم این قضیه اتفاق افتیده؟ بله بله، بند بود سرک دیگه، مردم خیلی به مشکلات مواجه بود. اونجا مسافرها کلش منتظر ازی بود که راه باز شوه و برن. راه خیلی خراب است دیگه، سرک ها بعض جای ها دیگه امو چقوری امو سمتش خراب شده دیگه بر ترمیم ضرورت داره. اگر سرک جدید جور شوه هم با فایده ماست، هم با فایده ملت، هم با فایده هم خورما هم ثواب. خب از حادثات گاهی وقت شما از این مسیر سفر که این حادثات دیدین؟ چرا نه، چندین بار که از این مسیر ها رفتیم متواتر دو سه حادثه را دیدیم. حادثه بسیار خطرناک هم دیدیم، از اون موسر ماهی پر یک موتر 2000 بود افتاد با این امرای مسافرش کلش مرد شهید شده. خیلی یعنی
یک جاده خطرناک است دیگه. دقیقاً ما در شروع برنامه یادآور شدم یکی از جاده‌های بزرگ است که در سطح جهان هفتمین جاده خطرناک گفته شده. بله واقعاً پرچالش است. خب سفر به خطر براتون سلامت باشی. پیشروتون خوبی. خداحافظ. شما کدام گفتنی داره؟ نه بخیر باشی. بخیر برید. بخیر باشی. خب دوستا ما هنوز هم در مسیر شهرهای کابل جلال آباد هستیم. جایی که استاده هستیم یک توقفگاهی است که معمولا راننده ها و مسافرین اینجا می آیند، اقتدار که کمک گرسنه میشن یا چیز نیاز می داشته باشن، آب یا یک نوشیدنی، یک دو دقیقه توقف میکنن، نماز میخوانن و بعدش پس به سفر ادامه میتن. شما می بینید که بیشتر هموطنهای ما اینجا هستن. چند موترهای لینی هم اینجا دیده میشن. یعنی دوست ما داخل موتر است، فکر میکنم شاید دمی لاین کار کنه. سلام، خوب هستی؟ سلام علیکم. جو راسی بیار قرار است. خوب است. خوب است. شکر از بخیر باشی. شکر. امروز هوای سر چطور هستی؟ شکر از خوب است. هوا سر نیست. خب، بسیار خوب. راننده امی لاین هستین دیگه؟ یار راننده بگیرم. بسیار رفت آمد ما زیاد از. چقدر وقت میشه که در این مسیر شما رانندگی میکنید؟ یار ما خب پیش امی لاین نمیچلندیم، خود چیزی وقت میشه که ران نمیچلندیم، خود رفت آمد ما زیاد است. یعنی در یک روز یک سفر دارین دیگه؟ یاره 100% بله. خب بسیار خوب. چطور است؟ از راه راضی هستین؟ کدام مشکل مواجه نیستین؟ والا راه کمک مسافر بسیار تنگ است، بیروپار بسیار زیاد است. او دیگه کی سرک کمک ازاد شو خوب است. خب بسیار خوب. سرک کمک کلانتر شوه که پرچالش است. ها نه. بیروپار بخی زیاد است دلن. از قرار اطلاعی که ما هم داریم یک سرک جدید ساخته میشه. به خاطر همی هموطنهای ما و جلوگری از حادثات هم انشاءالله میشه. میخواستم نظر شما رو بشنویم. یارا سرک یکمک کلان شوه دیگه، سرک جور شوه خب بسیار خوب است و مردم دمی ارمند هستن که همی سرک یکمک کلان شوه. میبینی خود شما روز به روز، هر روز یک ده حادثه، سه حادثه، دین روز ماند بی ده حادثه شده دیگه. سرک کلان شوه بسیار خوب است. به نظر شما من حیث یک راننده باید به دوستای مکده این مسیر سفر میکنند با کدام سرعت برند و چند ساعت سفر کنند؟ بیشتر یا یک کمک رانندگیشان تیز است؟ امی را که از بسیار خلالی است، مسافه بسیار تنگ است ای را دیگه. کوشش کنین که در 2.5 ساعت میرسین، در 3 ساعت برسین، یک کمک احتیاط کنین دیرا. خصوصا از اونو مردم تقاضا میکنیم که نو دریوری یاد میگیرین، دمی سرک با دریوری نبراین که نابلد می باشین، دیلان میان نی بسیار زیاد حادثه می شو. دیگه از این مردم تقاضا داریم که دیلان کمک احتیاط کنین که با کسی چیز نداره، لیسانس نداره، در ریواری وارد نیست، دمیلان خوب بیخی باید نبیاد. تشکر. فعلا پس طرف کابل رونده هستین؟ بله کابل رونده. سفر خوش داشته باشید. زنده باشید. شما هم کدام گفتنی دارین؟ نه بس گفتنی گفتنی یار استاد جان گفت. تشکر خیلی بنی. بخیر بخیر. تشکر. سرک چی شو بسیار خوب است. مشکلات بیخی بسیار زیاد است. خود شما میبینه هر روز ده حدثه سه حدثه میشه دیگه. سرک چقدر زودتر چی شوه افتتاح شوه این سرک باید دیگه بسیار خوب است. انشالله انشالله زنده باشی. بخیر باشی. خب دوستا بیاین که نظریات دوستای دیگر هم اینجا داشته باشیم و اینو میبینین که یک تعداد دوستای ما از سمت پاکستان هم میاین، بایککایشان هم رایشان هست و سفره تا اینجا تایی کردن. خب کدام دوست ما گپ میزنه؟ سلام، خوب هستین؟ بخیر سرمن قرار بخروری؟ شکر ده خلقی کلاری ده شکر دیره منه نه استانوم سده؟ خالد. خالد جان، خالد جان از کدام مسیر آمدی بخیر؟ زوغ خپل د کابل نه روان یم د جلال آباد په لور باندې. خانه د جلال آباد است؟ او زمون کور چې د جلال آباد کې دل تراغله وملک سره کارونو په سیاغه مې وکړه بیرته زمون. در یک ماه چند بار از این مسیر سفر میکنین؟ زخپل لکمیش که یه واری زمان کابل دم. بسیار خوب. از مشکلات و چالش هایی که شما همیشه امروش مواجه هستین چی است؟
ولا مشکلات چی دی دا وسم دمنګ داراغ لولته دا غر را خویدل او تیګی دارا سرک منسته د وس داراغلی وی کېدی شنه زده کوم گاډی ماډی والی خو خو الله تعالی خیر کې گاډی بد شول او بل سرک کې چی دی زیات کند دی کنه لکه دا سرک زین من شوی دی او دا عمومي لکه سرک ته بل دا کنه د دوه هوادونو ترمنځ یو کنه ترانسپورټي لار ده نو دا باید په دې باندې زیات کار وشي او باید دولت دې باندې غور وکړي کنه تر څو په دې باندې د خلکو مشکلات کنه درج کړي گاډی هم خرابېږي وخت هم مصرفېږي د باردار موټر هم وخت مصرفېږي او زموږ استاد هم وخت مصرفېږي کنه لکه په خپل وخت باندې هغه خپل ټاکلي هدف ته موږ نشو رسیدلی و قرار است بدیل سرک ساخته شوه د می آینده نزدیک از طرف رهبری امارت اسلامی امی برنامه و امو تمام موضوعاتش مد نظر گرفته شده باش شما چی میگین در ارتباط؟ من خود اخپل وایو چی دی بانی کارو شنو من بدیر زیاد خوشحال شو نو بس منگم هم دا غخته نده پوش امارت اسلامی دی بانی لغاو رو که او کار پیوشی نو من بدیر خوشحال شو زکر دخل که مشکلات چی دادر چی حل چی کنه نو دا دیر اخه خبر دم تشکر دیرم ادیر امانه تاسو نه خب دوستا ما یک ساعت قبل از این ساعت گذشتیم و در جزئیاتم پیشتر امروز شما شریک ساختم که امکان لغزش کوه است زمانی که ما در برگشت آمدیم این قسمت این سنگ میبینین از این قسمت بالا آمده و امکانش میره که هر لحظه اتفاق پیش بیاد. دکتر صحاوی را اینجا داریم که و همچنان ترافیک هم شما میبینین که آمدن تیمشان صحبت ها را امروشان میداشم. سلام دکتر صحاوی. سلام علیکم. بخیر هستین. بخیر. تکره خوبی؟ تشکر. سلامت زنده باشید. خب این اتفاق چقدر وقت پیش آمده؟ یک بجه و 25 دقیقه بود که در رای کابل جلبات ساحه گلایی سی برای ما راپور آمد که اینجا سنگ از کو حرکت کرده خب الحمدلله ما پرسنل خود اینجا عجل آمدیم اینجا الحمدلله کدام شهید کدام زخمی نداشتیم خب روزانه اتفاقات بر شما بر میخونید با اتفاقات؟ روزانه چی عدیسه زیاد میشه بخاطر ایسی سنگ هم روز هر خطری در سنگ هست که سنگ حرکت کنه هر ساعت خطری سنگ هست که حرکت کنه او ما به مردم میگیم که اینجا عربی سر آسانی حرکت کنه اینجا خطر زیاد است خب بعض ما به مطلوب میتینا میدادیم میدن که اینجا مشکل زیاد است خب بیام شکر دیاره میکشیم خب شما در جریان هستین امارت اسلامی چی اکمالا چی برنامه را روی دست داره به خاطر اتفاقاتی که پیش میاد؟ به خاطر زیرا امارت اسلامی پرسنل دکتر داره خود دکتر ایسه هستیم او در اینجا کدام که حدیثه شو زودتر بایم کدام میرسانیم حدیثه شو از کو حرکت کنن کدام دیگه شو بیشتر برنامه برازی خوبیش داره پامیل امارت اسلامی دروازه ها تیمای تخنیکی هم هست بخاطر جلوگیری همچه حادثاتی که پیش میاد سنگ هایی بله تیمای تخنیکی هست علی پاید اما خبر دادیم علی موتور حرکت میکنه اینجا پاک میکنه پاید اما هست و اسلامی امارت زیاد شده دکتر اینجا بیشتر خوب خدمت ها میشود دیروز هم یک اتفاق بد پیش آمده بود دین روز بسیار خبر بد به دست ما رسید که دمی سروبی یک موتور پلنکوچ 16 نفر ما زخمی داشتیم او 4 نفر دایی را بود یعنی مکمل 19 نفر 20 نفر ما دین روز ما شهید داشتیم یعنی 16 نفر یک موتور شهید می شود بسیار خبر غم از پامیدی تا کنده خوند از پامیدی دین روز بسیاری طور ما بودیم که روز ما هیچ خواه نکنیم بخاطر از اینکه 20 شهید دمی را بسیار زیاد است قرار است که امارت اسلامی هم یک برنامه جدید روی دست داره به خاطر ساخت بدیل این سرک بله امی ما چند فرکت وزیر پیدامه صحبت کردیم که دریره بسیار حدیثه زیاد می شود او مردم هم باید ایده ایده گزاره کنه به خاطر از اینکه به رئیس پیدامه مطمئنه به مداد که اینجا مدیر به خاطر که او را جور می شود خواهی را بسیار خطرناک است بسیار خطرناک روزانه ما خود دکتر سایر کمک اولی هستیم روزی 10 تا 5 تا 6 تا زخمی را و شهیده را ما بالا میکنیم خب امیدوار هستم که بخیر برای بدیلش به زودترین فرصت ساخته شوه تشکر دکتر شایب از اینکه شما این خدمات دارین امارت اسلامی هم که در این قسمت توجه جدی داره و ما همین نقطه هم که استاده هستیم خطر هر لحظه میره و خدای پاک همه هموطنان ما را حفظ کنه تشکر خانی دابر زنده باشید تشکر خوب
خب دوستا شما میبینین کمی لحظه تیم تکنیکی هم رسیده و بیشتر دکتر ساوی رو یادآور شد و دوستای دیگه هم که دی اواخر حوادث بیشمار شده متاسفانه و همی قسمت هایی که حادثات بیشتر اتفاق میفته امیدوارستم که امارت اسلامی دی یه ست توجه بیشتر داشته باشه به خاطر که هر روز 3-4-5 حادثه ناخوشایند پیش میاد و مطمئنن که از این سرک هم روزانه به صدها و هزارها موتر عبور و مرور میکنه و مثل حادثه امروز که خوشبختانه امروز حادثه بد رخ نداده و سنگ آمده و خوشبختانه که موتر از اون لحظه عبور نمیکرده. این ترافیک هم شما در ساعه میبینین دوستایی که در مربوط وزارت داخله میشن صحبت امرای ما نکردن به هر حال و پاکاری سرک جریان داره. می لحظه شما میبینین که اینی سنگ هم میخوان که به قسمت دریا پرتن. پس امیدوارستم که از کمک های اولیه و بعض اتفاقات که اینجا پیش میایه امارت اسلامی در این قسمت توجه جدی داشته باشن. دوستان عزیز تشکر که تا این لحظات گزارش ما را بیننده بودین. جزئیات تازه بود که در ارتباط به ساخت سرک جدید کابل الی جلال آباد خدمت شما تهیه کردیم. امید از داشتهای امروز ما خوشتان آمده باشه و چالش های سرک هم بر شما گفتیم، جاده که پرخطر است و حادثات و اتفاقات بد هم همیشه دی سرک پیش می آید، حادثات ترافیکی و همچنان لغزش کوه. همین لحظه در اون نقطه قرار داریم که چند ساعت پیش همین سنگ از اون قسمت پایین افتیده ببینین و اینی سنگ هایی که از این قسمت هم آمده در این قسمت رسیده امکان پایین آمدن شست و هر لحظه اتفاق خدای نخواسته پیش می آید. امید که همه هموطنهای ما در هر گوشه و کنار که هستن یا در هر مسیری که سفر میکنن سفرشان بی خطر باشه. تا دیدار بعد که بازم در خدمت شما قرار میگیریم، خداوند یار و مددگارتان باشه.